همراه میشیم با علی افشاری، تحلیلگر سیاسی که از واشنگتن با ما همراه شدن. آقای افشاری، همونطور که در متن خبر هم داشتیم، برخی از رسانه های دولتی گزارش‌های رو منتشر کردن در مورد وجود مزرعه استخراج رمز ارز در مسجد مکی زاهدان. به نظر شما انتشار چنین گزارش‌هایی با چه هدفی است؟ این ادعا از هفته ها پیش مطرح شد، پیشا پیش هم معلوم بود که ادعای بی اساسی هست. اینا همه برمیگرده به اون نامه‌ای که منتشر شد و دستورالعملی که خامنه ای داده بود که دور مولوی عبدالحمید از رهبران برجسته اهل سنت در ایران رو خالی بکنن و بر راهبرد مهار کننده و کنترل خونسا کننده فعالیت های مولوی عبدالحمید و بلوچ‌های ایرانی که به هر حال شاید بشه گفت فعال‌ترین کانون فعالیت‌ها و تحرکات جنبش انقلابی زن زندگی آزادی بوده و هنوز در اونجا این فعالیت‌های انتقادی و اعتراضات خیابانی ادامه داره جمعه به جمعه و یک مرکز الهام بخشی هست، نه تنها برای کل استان سیستان و بلوچستان بلکه برای کلیت ایران. خب اینا برای خونسا کردن این یک برنامه همراه با تأخیر و روکر غیر تعجیلی رو جلو بردن، مرحله به مرحله حلقه محاصره رو بر مولوی عبدالحمید و نزدیکانش تنگتر و تنگتر بکنن. این سیاست سرکوب و اذیت و آزار دو تا محور داره، یکی و حال همین بگیر و به بندهای حد بازداشت ها هست، برخوردهای امنیتی هست و دیگری تخریب شخصیت مولوی عبدالحمید هست که از یک طرف با ترور شخصیت و از طرف دیگر با ارعاب و هراس افکنی و همون شیوه های کثیف امنیتی و نقض حقوق بشر به زعم خودشون مسئله مولوی عبدالحمید رو حل بکنن و این کانون الهام بخش مبارزات در ایران رو تعطیل بکنن. اما اون چیزی که واقعا اینها ادعا میکنن که اونجا مزرعه غیرقانونی ماینر بوده، اگر واقعا دغدغه مسئله دارن برن سراغ سپاه پاسداران. در شروع ماجرا این مزارع غیرقانونی ماینه سوء استفاده های کردن از طریق خود سپاه انجام شده و مثل دیگر کارهای غیرقانونی در ایران، اقتصاد زیرزمینی، قاچاق، بازیگر اصلی سپاه پاسداران و شبکه های وابسته به اون هستند که به حال کسانی که از این طریق صاحب ثروت های بادآورده شدن و یک شبه رأس از ساله را رفتن. خب آقای افشاری، مولوی عبدالحمید از آغاز جنبش زن زندگی آزادی همیشه صدای رسا بوده و انتقادهای زیادی کرده علیه حکومت. فکر میکنی انتشار چنین گزارش‌هایی و اقداماتی از سوی حکومت میتونه آسیبی هم به ادامه دادخواهی ایشون و همچنین رویه دادخواهی در سیستان و بلوچستان بزنه؟ صحبت‌های امروز مولوی عبدالحمید نشون داد که خب بر او و برها نزدیکانش و مردم بلوچ زاهدان نداره، چون اونها به حال در طول 14 گذشته همیشه با این اذیت و آزار سیستماتیک، فضای سرکوب، همین بازداشت‌هایی که باز حملاتی که انجام شده برخی از مدارس دینی در به حال زاهدان آشنا هستن، برای اونها اتفاق جدیدی نیست. خب مولوی عبدالحمید همیشه تعاملش رو با جمهوری اسلامی در سالیان گذشته داشته، اما این برآیند این اتفاقات نشون داده که اون دست دوستی که مولوی عبدالحمید دراز کرده بود از سوی مقامات جمهوری اسلامی رد شده و مشکلات اونها بیشتر شده و طبیعتا مردم بلوچستان هم الان مبارزاتشون و چه قالبشون رویکرد انقلابی و ساختار شکنانه پیدا کرده و الان بحث مولوی عبدالحمید هم فقط اهل سنت یا مردم بلوچ نیستن، کلیت مردم ایران رو سعی میکنه مطالباتشون رو بیان بکنه و در حرفاش بازتاب بده. بنابراین از این زاویه این حرکت‌های تخریبی به نظر من تأثیر چندانی نداره، بیشتر حکومت رو بددام می‌کنه، چون الان اینها اگر واقعا دغدغه‌شون این هستش که مثلا ادعی دارن ثروت‌های غیرقانونی و نامشروع جمع می‌کنن، باید پاسخ بدن که همین 3 میلیارد دلاری که هیپ و میل شده برای شرکت چای دف، کدوم مقامات ارشد حاکمیت این اجازه رو دادن؟ چه بانهای مافیایی از این برخوردار شده؟ اینها سوال‌ها و دغدغه های مردم هست و این ادعاها بی آبروی بیشتری رو برای مقامات حاکمیتی ایجاد میکنه و مظلومیت مردم اهل سنت ایران. و توجه بکنیم که ایران در طول تاریخش شاید مذهبی که در بیشترین دوران مذهب اکثریت مردم ایران بوده اهل سنت بوده، برای نزدیک 9 قرن. اینها واقعا باعث شرمندگی و سرافکندگی است که هنوز یک مسجد در تهران پایتخت ندارند،
نمیتونن راحت حال عبادت خودشون رو داشته باشن، آیین‌های خودشون رو داشته باشن. و به هر حال امروز میگم مولوی عبدالحمید فقط یک چهره مذهب، رهبر مذهبی بر اهل سنت و بلوچ‌ها نیست، بلکه برای کلیت اعتراضات و مبارزات برای آزادی و دموکراسی در ایران. بسیار متشکرم از شما علی افشاری، تحلیلگر سیاسی، که با ما همراه بود.